ماده 31 و 32 قانون کار، کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. ماده 31 قانون کار: چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. ماده 32: اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد، بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه، با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2 ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید. در کل قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کار افتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و تجدید نشدن صریح یا ضمنی آن، پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، استعفای کارگر. در صورت خاتمه قرارداد کار در کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد 1 سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل 1 ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند. همانطور که ذکر شد، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کاری معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. دوران بازنشستگی دورانی است که انسان پس از 1 عمر کار و تلاش خستگی ناپذیر به استراحت می پردازد. اما این اتفاق زمانی رخ می دهد که فرد بازنشسته در آرامش و آسایش زندگی کند و دیگر نگران حقوق و مزایای متناسب با تورم و افزایش هزینه های درمان و زندگی خود نباشد. طبعاً توجه دولت و سازمان های حمایتگر به رفاه و تأمین اجتماعی و تأمین حداقل های زندگی در دوران پیری و از کار افتادگی کارکنان یکی از اقدامات مهمی است که افراد شاغل را بدون نگرانی از نبود امنیت اقتصادی و تأمین معاش در دوران بازنشستگی به ادامه کار و زندگی تشویق می کند. باید بدانیم از کار افتادگی با پیری و بیماری تفاوت دارد، زیرا بیماری موقت است و غیبت کارگر از کار موقتی و کوتاه است. بنابراین در مدت بیماری قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید و کارگر بیمار در مدت درمان غرامت و دستمزد می گیرد، در حالی که از کار افتاده کسی است که در طول مدت اشتغال و قبل از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می دهد. از کار افتادگی کلی با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، شامل حوادث و بیماری های ناشی از کار و حوادث و اتفاقات غیر مرتبط با کار می شود. کارگر ساختمانی کارش یدی است. یک استادکار ساختمان حتی اگر یک عضو، مثلا دست یا حتی انگشتان یک دست را از دست بدهد، با توجه به نوع کارش باید از کار افتاده کامل تلقی شود. او نمیتواند با جراحت از کار افتادگی کار دیگری از سر بگیرد و هیچ راه جایگزینی برای تأمین هزینه های زندگی بیابد. حق قانونی و صنفی و شهروندی این کارگران است که مستمری از کار افتادگی بگیرند، حتی اگر آن زمان بیمه نبوده باشند. در سال 1386، در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. اما این قانون در سالهای بعد هرگز به درستی اجرایی نشد و علی‌رغم اینکه بیشترین حوادث کار کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد، تعداد بسیار اندکی از کارگران ساختمانی توانستند از خدمات حمایتی مکفی مانند حق استراحت بعد از حادثه، غرامت حادثه یا مستمری از کار افتادگی برخوردار شوند. بر اساس ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر این که در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد نیست، حادثه ناشی از کار محسوب می شود. در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقیست همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکی یکی افراد کشور تأمین کند. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بند الف آمده است که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. هدف 3 سند 23 یونسکو آمده است تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و نیز هدف 8 سند یونسکو نیز به ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه اشاره دارد. در ماه‌های گذشته اعتراضات در سراسر ایران انجام شده است. چند تن از کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو طبق قانون مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران طبق این قانون عمل نکرده است. این کارگران میگویند مبنای محاسبه حق سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است، نه حقوق مبنا و ثابت. کارگران شاغل و بازنشسته فولاد تهران و خوزستان و بازنشستگان شهرداری شهریار نیز دست به اعتراض زدند. هفته شهریور ماه کارگران بازنشسته صنعت نفت کشور در اعتراض به روند تصویب شیوه‌نامه صندوق بازنشستگی و حضور غیر نفتی ها در این صندوق مقابل وزارت نفت تجمع کردند. دلیل اعتراض بازنشستگان به نوع روند تصویب شیوه‌نامه صندوق بازنشستگی صنعت حضور وزیر اقتصاد دارایی
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این صندوق به عنوان اعضای غیرنفتی صندوق و همچنین برخی کسورات کمک معیشتی آنها انجام شده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در چند شهر ایران از جمله تهران، مشهد، اصفهان، رشت، اهواز و تبریز تجمع کرده و خواستار افزایش حقوق و همسانسازی دستمزدهای خود شدند. افزایش 26% مستمری ها تناسبی با تورم 40% ندارد. بازنشسته حداقل بگیر با 30 سال سابقه در مرداد ماه 2,800,000 تومان دریافتی خواهد داشت. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس خط فقر در تهران در سال 98 را 4,500,000 تومان اعلام کرده است. رسانه های مستقل و خانوارهای مستمری بگیر میگویند این خط در سال 99 به 8 میلیون تومان رسیده است. اعتراض دیگر آنها این است که درخواست داریم دولت دستش را از صندوق بازنشستگان بیرون بکشد، چرا که منابع صندوق بازنشستگان را بازنشستگان تامین کرده اند. در حال حاضر دولت 272 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان بدهکار است که سود همین پول هم مبلغ هنگفتی است. سازمان تامین اجتماعی با استناد به تصویب سقف 4,940,000 تومانی سبد معاش در اسفند 98 و با اتکا به ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری های بازنشستگان را 26% افزایش داده است. این در حالی است که سقف یاد شده روی کاغذ مانده و دستمزد افراد شاغل هم به این رقم نزدیک نشده.